سلام، بریم سراغ ایرما خوشگل و ایرما لادوس، زوج جذاب و درخشان شرلی مکین و جک لمون در یک کمدی رومانتیک ساخته بیلی وایلدر. اگر از سفر پاریس برگشتین و یکی پرسید رو کاسانوا رفتی، زود تایید نکنین، چون ممکنه بعضیا بعد 60 سال هنوز فکر کنن اونجا گذر نشماس و شما فنرهای تخت یکی از اون هتل‌های درجه 3 گران قیمت رو با یکی از این پولکی‌های پاریسی تست کردین. دخترکایی که از سر تا ته کاسانوا صف واستادن و هر رهگذری رو به چشم مشتری می‌بینن. Amazon Annie, Lolita, Suzette Wong, Mimi the Mama, and then of course there's Irma Ladus. داستان با معرفی ایرما لادوس شروع میشه. قهرمان بلا منازع تور کردن مسافران و رهگذران در خیابون کاسانووا. البته خیلی زود میفهمیم که درآمد او بیشتر از تنفروشی از قصه گوییه. او هر بار قصه ای از علت تن دادن به چنین کاری برای مردانی که باشون هم بستر شده تعریف میکنه. یا پیانیستی بوده که انگشتاش شکسته، یا دختر دلشکسته است که هزینه درمان خواهرش رو میده و کی یکی از قیمت هر کیسه خون خبر داشته باشه. In the hospital needs 3 transfusions a day. Do you know how much a pint of blood costs these days? ایرما با همین شیرین زبانی موفق میشه اون کابوی خسیس آمریکایی رو سرکیسه کنه. They call me Irma La Douce. That means Irma the Sweet. اونم به بهونه یه جبران خسارت بمباران نورماندی، حتی شده با گرفتن یه چک مسافرتی. Actually, it was bombed by the 8th Air Force. Well, not that I blame you Americans, but if you could see those poor little orphans. Y'all take traveler's checks? اما روایت خیلی زود از تخت ایرما به کف شهر میرسه، جایی که ما با نریشن موسی و موستاژ با محلاش نامیشیم. You may have read in travel folders that Paris is a city that never sleeps. This time of the day, there is nothing doing. Unless you're working for the Department of Sanitation. If you want a nightcap at Maxime's, it's too late. If you want to jump off the Eiffel Tower, it's too early. Looking for a little action, forget the high-rent district. You better come to our neighborhood. This is Le Halle, the wholesale food market. آقای آژان متوجه یک سری فرایند غیرقانونی در محل میشه و 14 تا دختر رو از اتاق هتل کاسانووا بیرون میکشه و به بازداشتگاه پلیس میفرسته. بدون اینکه به توصیه موستاژ گوش بکنه. کندن پرهای مرغ در مسیر باد اشتباهه، چون دهنت رو پر پر میکنه. To be overly honest in a dishonest world is like plucking a chicken against the wind. You'll only wind up with a mouthful of feathers. Don't worry, old man, I know what I'm doing. فیلم رو میشه به سه پرده کلی تقسیم کرد. در پرده اول نستور پادو یک آژان درستکار وارد میشه و کارش به پااندازی میکشه. ما خیلی زود او رو به نام تایگر میشناسیم، در صحنه ای که بیشک بازسازی یکی از کمدی کلاسیک های مشهور و ادای دینی به چارلی چاپلینه. در پایان روزی نافرجام او موفق میشه مردی که پاانداز یا مدیر برنامه ایرماست رو ناکار کنه. تا اینجای کار با یک کمدی موقعیت طرفیم، با صحنه های درگیری و کشمکش فراوون که نستور رو از یک چهره بازنده به یک برنده و قهرمان بدل میده. پرده دوم نستور در برابر چیزی که فیلم دربارش شعار داده قیام خواهد کرد. پیش از اون گوش ما با جملاتی از زبان کافچی و فیلسوف مآب در مذمت اخلاق بورژوازی و سانتیمانتالیز پر شده. اعتراضهای نستور چه در لباس پلیس چه در مقام پاانداز به سبک زندگی و کاروبار ایرما پاسخهای قاطع موسی و موستاژ رو به دنبال داره. کسی که خود با هزار تا داستان در هر لحظه و به هر ضرورت تجربه یا تخصصی تازه را رو میکنه. I used to be professor of economics at the Sorbonne for 6 years, but that's another story. A degree from the University of Grenoble. Used to be one of the leading criminal attorneys of France, but that's another story. اما در نهایت با کمک خود آقای موستاژ نقشه برای بیرون کشیدن ایرما از کنار خیابون پیاده میکنه. نقشه‌ای که اگر او تمام شب‌هاش رو به خاطر اون قربانی نکنه، جز ورشکستگی ثمره‌ای نخواهد داشت. چون که ایرما به کار کردن مردش حساسه و این رو برای خودش سرفکندگی و خار شدن در چشم دیگر دخترهای خیابونی میدونه. لورد ایکس از دیر زمین کافه موستاژ به خیابون میاد تا بازی رو عوض کنه، اما این قضیه با پایان خوشی همراه نیست. در نهایت
نهایت نستور ناچار به پاک کردن هویت لرد میشه تا بتونه لااقل اوضاع رو به روال قبل برگردونه، اما کمی دیر شده و او رو به اتهام قتل کسی که خودش بوده به 15 سال حبس محکوم میکنن، جایی که وکیلش موسی و موستاش برخلاف ادعاش نتونست حکمش رو کم کنه. در پرده سوم اما وایدلر پا رو از یک کمدی اجتماعی یه قدم فراتر میذاره و بر حجم فانتزی قصه اضافه میکنه. فرار از زندان نستور و بازگشت لورد ایکس به صحنه و خروج او در پایان فیلم بیشتر به رئالیسم جادوی مری پاپینز شبیه تا دیگر آثار کمدی وایلدر. اتفاقاتی که چندان با لحن کمدی اجتماعی واقع‌گرای آغازین فیلم تناسب نداره و البته با کمی اغماز قابل پذیرشه. قطعاً که وایلدر در انتخاب جک لیمون به عنوان بازیگر نقش اول مرد شکی به خودش راه نداده. دوست نداشتن لیمون در ایمولا دوست غیر ممکنه. او به خوبی در این نقش خودش رو به بیننده تحمیل میکنه. چه در نقش نستور آژان، چه پاانداز عاشق پیشه یا لورد ایکس، تونسته نوع یک پارچگی در عین تنوع رو در اجراش بگنجونه. او به راحتی مردی رو به تصویر میکشه که داره به کالبد جعلی خودش حسادت میکنه و حتی میتونه این کالبد جعلی رو بکشه. اما انتخاب بازیگر نقش ایرما به سادگی پیش نرفت. با ریجکت شدن بریجیت باردو به خاطر اوورتورهای بدش در نمایش تارتی از صمیم قلب، الیزابت تیلور گزینه اول وایلدر بود. اما ماجرای پیچیده احساسی او با ریچارد برتون کمی وایلدر رو ترسوند و او رو هم از گزینه‌ها خط زد. گزینه بعدی مرلی مونرو بود. تصور او در نقش ایرمالا دوست حتی با چشمای کاملا بسته هم نتیجه رو کاملا مثبت و دلنشین نشون میده. اما متاسفانه مرگ مرلی مونرو صد راه سومین همکاری او با وایلدر شد و ما نتونستیم یک بار دیگه زوج مرلی مونرو و جک لیمون رو در قاب سینما ببینیم. گزینه چهارم شیرلی مک‌لین بود، اما نتیجه درجه یک داشت. به هر حال شیمی شکل گرفته بین او و جک لیمون میتونست در این فیلم کمک حال باشه، اگرچه ما تکرار اون نقش ها رو اصلا در این فیلم نمیبینیم. مک‌لین بدون خوندن فیلمنامه و به خاطر اعتمادی که به وایلدر و لیمون داشت قرارداد رو امضا کرد و پای کار اومد. اما پس از فیلم برداری از این کار کاملا ناخشنود بود، طوری که سناریو رو خاموش و ناشیانه یاد کرده. حتی پس از اینکه به خاطر این نقش کاندیدای اسکار شد گفت اگر اون رو میبردم بی خیالش میشدم. برای نقش موسی و موستاژ آقای سیبیل چارلز لاتون گزینه اول بود. او پیش از این در فیلم شاهدی برای دادستان برای وایلدر جلوی دوربین رفته بود و با کمال میل نقش رو پذیرفت، اما متاسفانه این بار هم مرگ پیش دستی کرد تا او هم از لیست بازیگران خط بخوره. اگر لاتون و مرلی مونرو در این فیلم هم بازی میشدن یادآور نمایشی بود که سالها قبل با هم بازی کرده بودن و اتفاقا در اون هم مرلی مونرو نقش یک زن خیابونگرد رو بازی میکرد. به این ترتیب نقش موسی و موستاژ به لو ژاکوبی رسید که اتفاقا بسیار شین و دلنشین از پس کار بر اومده و یادگاری موندگار از خودش به جا گذاشته. He was so much in love with Irma that he couldn't bear to have any other man touch her. Yes, Inspector. Crime of passion. این فیلم ضمناً اولین نقش سینمایی جیمز کان هم هست، هرچند در نمایی بسیار کوتاه. Here's the pitch and there he goes. The throw down to second base is not in time. فیلم اقتباسی از نمایشی موفق به همین نامه که در 524 اجرا روی صحنه تئاتر پلیموس رفت و در سال 1961 کاندیدای جایزه تونی برای بهترین تئاتر موزیکال شد. اگرچه ایرما لادوس بزرگترین موفقیت وایلدر در دهه 1960 به حساب میادش، اما خودش بعدها پذیرفت که این اثر باید یک نمایشنامه باقی میموند. با وجود موزیکال بودن اثر اصلی، وایلدر نوع موسیقی کومیک رو برای جایگزینی صحنه‌های رقص سفارش داد و به این ترتیب او فیلم رو به عنوان یک کمدی مستقیم ساخت، چرا که در اجرای ریتم آواز و رقص احساس راحتی نمی‌کرد. به هر حال این فیلمی نیست که در قواره باید و نبایدهای امروزی و در بستر تغییرات فرهنگی اجتماعی نیم قرن اخیر جا بگیره. ترجمه لادوس شیرینه، اما در زمان اکران در ایران فیلم ایرما خوشگره دوبله شد تا شاید به فضای فیلم نزدیک تر باشه. هرچند وایلدر سعی کرده با روی کردی آوانگارد
به یک موضوع تابو بپردازه و فیلمی با موضوع فعالیت حرفه‌ای زنان تنفروش بسازه، اما با برقرار بودن کد هیز از صحنه‌های جنسی و اوریان در فیلم خبری نیست و هرچه هست و نیست در پس کلماته. حتی زمانی که صحبت از رقص هفت حجاب میشه، ما تنها شاهد دخترکی هستیم که روی صندلی کنار تخت نشسته و داره قصه ای رو روایت میکنه. While she does the dance of the seven veils, she takes off the fourth veil. ساخت خیابون روکاسانووا 350 هزار دلار خرج گردن یونایتد آرتیست انداخت. پروسه ساخت 3 ماه به طول انجامید و شامل 48 ساختمون و 3 خیابون همگرا میشد. در سرتاسر فیلم دو تا ماشین کوچک وجود داره که مدام در خیابون جلو عقب میرن که یه رنو دوفین و یه سیتروئن سی وی 2ه. به این دوتا باید دوتا پژو سدان رو اضافه کرد که در صحنه‌های محدودی مورد استفاده قرار گرفتن. رودخونه سن در زمان فیلم برداری به شدت آلوده بود و جک لمون مجبور شد به خاطر صحنه خروج لوردیکس از آب چندین واکسن بزنه، از جمله واکسن کوزاز. خودش در این مورد میگه این نفرت انگیزترین کاری بود که انجام دادم. لمون البته در زمان فیلم برداری داستان عاشقانه واقعی رو هم پشت سر گذاشت و همونجا در پاریس با فیلیسیا فار ازدواج کرد. اگر میخواین سراغ گنجینه وایدلر برین و از توش یکی دوتا اثر برای دیدن انتخاب بکنین، این فیلم قطعا یکی از اون دوتا نیست. غیر از زمان طولانی فیلم که 2 ساعت و 20 دقیقه است و خیلی اعتقاد دارن وایدلر میتونست نیم ساعت ازش کم بکنه، نقدها زیادی هم به سناریو وارده. برخلاف ادعای اولیه، داستان کاملا در دام نوعی رمانتیسم سانتیمانتال بورژوا میفته، چیزی که موستاش خیلی در موردش هشدار میده و آخر تمام فیلم در خدمتش قرار میگیره. I wouldn't call that love. Spoken like a petty bourgeois. ایرما با مرد جدید شرط میکنه که سرنوشتی مشابه مادرش براش رقم نزن. اما در نهایت میبینیم که او هم به خاطر افتادن در دام عشق نستور کارش به صندوق ماهی فروشی کشیده. She hasn't gone back on the street again, has she? It's all over. She's still working at the fish market as a cashier. وابستگی ایرما به یک مرد به عنوان پاانداز، منیجر، مدیر برنامه یا هر چی که اسمشو بذاریم، اونم در حالی که سعی میکنه بگه با تمام این اوصاف رئیس خودشه، لحن مردونه فیلم رو نخنماتر هم میکنه. با تمام این نقد ها، اگر در یک روز تعطیل دنبال یکی دو ساعت سرگرمی و لذت بردن از دیالوگ های بامزه یک فیلم هستین، ایرما لادوسیا ایرما خوشگله انتخاب خوبیه، به ویژه بازی جذاب و درخشان شلی مکلین و جک لمون و موسی و موستاش. I don't care as long as I can keep her off the streets. It's a hard way to earn an easy living. حتما یادتون باشه که توضیح دادن مشاغل این فیلم برای کودکان خردسال ممکنه کمی شما رو به درد سر بندازه. در پایان یکی دو سکانس فیلم رو با هم مرور کنیم. نستور از اداره پلیس اخراج شده، خسته و دلشکسته، خموده و خیس، به روکاسانووا برمیگرده و به بار موستاژ میره و اونجا فرصت داره نصیحتی که صبح شنیده رو بهش برگردونه. کونیاک پلیز. Get the taste of feathers out of my mouth. نستور لط و پار از کار شبانه بر میگرد و برای اینکه دستش جلو ایرما رو نشه حاضر هر اتهامی رو بپذیره جز اینکه بگه سر کار بوده، به خاطر اینکه ایرما به کار مردش حساسه. You promised me you wouldn't smoke anymore. Where I was. I know where you were. You're out with the boys. Yeah, that's right. Don't lie to me. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. از وقتی که به من دادین متشکرم و خوشحال میشم اگر با سابسکرایب، لایک و کامنت سفر رو حمایت کنین.